سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 24 ماه هوت سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 14 ماه مارچ سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. بان یافتن نقش جنگی امریکا در افغانستان. امضای یک پیمان راهبردی میان افغانستان و آلمان در آینده نزدیک. و درگیری میان هواداران و مخالفان رئیس جمهور ایران در مجلس نمایندگان این کشور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. باراک اوباما به گونه روشن اعلام کرد که به نقش جنگی امریکا در افغانستان پایان خواهد بخشید. اوباما میگوید بانک واشنگتن در افغانستان با چالش‌های جدی روبروست، اما روند انتقال مسئولیت به نیروهای افغان به واشنگتن اجازه خواهد داد تا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. در این حال وی تاکید می‌ورزد که خروج از افغانستان مسئولانه خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به پنتاگون نیز دستور داده است تا بررسی‌های جدی را درباره رویداد ولایت کندهار انجام دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر در تازه ترین سخنانش بر خروج 23,000 سرباز آمریکایی تا پایان تابستان سال روان میلادی تاکید می‌ورزد. در حالی که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز به واشنگتن رفته است، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می‌گوید که در این دیدار فرصت دارد تا با وی مشوره کند. امروز من با نخست وزیر بریتانیا گفتگو خواهم کرد، کشوری که بخش بزرگی از ماموریت ائتلاف ما در افغانستان است. همان گونه که ما برای نشست ناتو در بهار امسال در شیکاگو آماده می شویم، من با او فرصت خواهیم داشت تا در این باره نیز مشوره کنیم. اشتباه نکنید، ما راه بردی با خودمان داریم که به ما اجازه می دهد تا این جنگ را به گونه مسئولانه پایان دهیم. ما در حال انتقال مسئولیت های امنیتی به افغانان هستیم. این کار به ما اجازه خواهد داد تا سربازان خودمان را به کشور برگردانیم. پیش از این ما کاهش 23,000 سرباز را تا پایان تابستان سال روان زمان بندی کرده ایم. همزمان با این ما به کار نابودسازی رهبری القاعده و جلوگیری از دسترسی این گروه به یک پناهگاه امنی ادامه خواهیم داد. آقای اوباما یک بار دیگر به کشته شدن 16 غیر نظامی در قندهار اشاره می کند و می گوید که از کشته شدن زنان و کودکان در این رویداد دل شکسته شده است. ما از کشتار غیر نظامیان دل شکسته هستیم. کشتار غیر نظامیان بیگناه ظالمانه و ناپذیرفتنی است. این مهم نیست که ما به عنوان یک کشور کی هستیم. این رویداد نمایندگی از ارتش ما نمی کند و به همین علت من به پنتاگون دستور دادم تا اطمینان یابد که ما از هیچ تلاشی در انجام بررسی های کامل دریغ نمی کنیم. من می توانم به مردم امریکا و افغانستان اطمینان دهم که ما واقعیت ها را دنبال خواهیم کرد و مطمئن خواهیم شد که هر کسی که در این رویداد دخیل است به گونه کامل با تمام نیروی قانون مسئول شناخته خواهد شد. باراک اوباما هرچند به دشواری های فرارای ماموریت امریکا در افغانستان اشاره می کند، اما می گوید که این دشواری ها مانع اهداف امریکا در افغانستان نخواهند شد. در حالی که گفته می شود که جنگ افغانستان در حال مبدل شدن به یک دردسر سیاسی برای باراک اوباماست، اما وی تاکید می ورزد که این جنگ را مسئولانه پایان خواهد بخشید و به گونه افغانستان را ترک نخواهند گفت که با بیرون شدن نیروهای خارجی افغانستان یک بار دیگر گوای هرج و مرج و فاجعه شود. در این حال نخست وزیر بریتانیا بر پایان جنگ در افغانستان تاکید می‌ورزد. دیوید کامرون میگوید هدف از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تمرکز بر تامین امنیت این کشور از سوی نیروهای افغان است. با باور دیوید کامرون پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دموکراسی به گونه درست در این کشور وجود نخواهد داشت. همزمان با ادامه خشونت‌های تازه در کشور، بیشتر بیرون شدن نیروهای خارجی و پایان نبرد 10 ساله افغانستان نیز مطرح است. در این میان نخست وزیر بریتانیا در سفرش به ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با رئیس جمهور اوباما درباره اوضاع افغانستان بر پایان جنگ در کشور اشاره می‌کند. دوید کامرون نخست وزیر بریتانیا تاکید می‌ورزد که مردم این کشور خواستار پایان ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان هستند.
من فکر می کنم که مردم ما خواستار پایان جنگ در افغانستان هستند. آنان می خواهند بدانند که سربازان ما به خانه هایشان برخواهند گشت. نظامیان ما برای زمان درازی در آنجا بودند. چیزی را که من از انجام ماموریت برداشت می کنم ترک افغانستان و توجه به تأمین امنیت از سوی نیروهای خود این کشور است. تا آنان توانایی جلوگیری از مبدل شدن این کشور را به پناهگاه های هراس افغانان بدون حضور نیروهای خارجی داشته باشند. این باید هدف ما و مردم بریتانیا باشد. سربازان ما و حکومت افغانستان باید به گونه روشن بدانند که پایان جنگ فرا رسیده است. با این همه بیرون شدن زود هنگام نیروهای خارجی در اوضاع کنونی از کشور هم بارا شک و تردیدهای را به همراه داشته است. با باور آگاهان بیرون شدن زود هنگام این نیروها باعث به میان آمدن چالش‌های تازه در کشور خواهد شد. دوی په وتلو باندې به اوضاع په افغانستان کې د تغییر په حال کې وي او حتی د تشنج امکانات یې لیدل کېږي، خو د دوی دوامداره شتون نور په افغانستان کې د دوی دپاره هم د تحمل وړ نه دي، ځکه دوی هم د خپلو ملتو ته خاص خطر فشار لاندې دي. از سوی هم نخست وزیر بریتانیا به این باور است که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در این کشور دموکراسی به گونه درست وجود نخواهد داشت و چالش های بزرگ توسعه نیز به میان خواهد آمد. در طول 10 سال چگونه دموکراسی اینا در افغانستان ایجاد کردند که با رفتن این دموکراسی از بین بره؟ بنان بهتر بود که آقای کامرون و متحدین غربیشون در افغانستان این سرمایه های را یه وقت را کسر دیگه چیستان مصرف که اینا سر ایجاد یک دموکراسی با ثبات اگر افغانستان مصرف کردن. حال ما دموکراسی خوب می داشتیم، آقای دیوید کامرون هم تشویش براینده نمی داشتن. بنان ما تا روز از دموکراسی به سال پایدار نداریم و با رفتر از نایی دموکراسی طبعا دوام نخواهد کرد. بیرون شدن نیروهای خارجی تا سال 2014 میلادی از افغانستان همواره از سوی نظامیان خارجی به افغان مطرح بوده است. اما پایان پیروزمندانه ماموریت نظامی خارجیان در پیکار با هراس افغانی در کشور با شک و تردیدهای روبرو بوده است. این اظهارات در حال صورت میگیرند که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز در یک سفر نامنتظر به افغانستان آمد. قرار است که لیون پنتا درباره اوضاع منطقه به ویژه اوضاع افغانستان، انتقال مسئولیت‌های امنیتی و پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن با مقامات نیروهای ناتو و مقامات بلندپایه دولتی دیدار و گفتگو کند. لیون پنتا امروز نخست به ولایت هلمند رفت و با ولی هلمند و دیگر مقامات محلی این ولایت دیدار و گفتگو نمود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از دستاوردهای امنیتی در افغانستان سخن میگوید. وی که در ولایت هلمند با مقام های این ولایت دیدار و گفتگو کرد، از بهتر شدن اوضاع امنیتی در این ولایت سخن میگوید. نسبت به گذشته اکنون امنیت و حکومتداری خوب در آن بخشهایی که از زیر اداره طالبان بیرون شده است پیشرفت‌های چشمگیر داشته است. لیون پنتا در یک سفر 2 روزه وارد افغانستان شده است. قرار است وی در این سفر با مقام های افغان درباره مبارزه با هراس افغانی و عملیات های شبانه و نیز کشته شدن غیر نظامیان از سوی نیروهای آمریکایی در کشور گفتگو خواهد کرد. این در حال است که یک پیمان راهبردی میان افغانستان و آلمان در آینده نزدیک امضا خواهد شد. وزیر دفاع ملی کشور در نشست با وزیر دفاع آلمان در کابل با ابراز این مطلب میگوید که بر بنیاد این پیمان آلمان پس از سال 2014 میلادی با همکاری هایش با افغانستان ادامه خواهد داد. در این حال وزیر دفاع آلمان میگوید که درباره امضای این پیمان نخست وزیر آلمان با رئیس جمهور کرزای نیز گفتگو کرده است. وزیر دفاع ملی کشور در دیدارش با وزیر دفاع آلمان در کابل از تکمیل شدن روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به سربازان افغان در شهر مزار شریف و ولایت سمنگان در آینده نزدیک سخن می‌زند. وزیر دفاع ملی کشور یگانه راه تامین امنیت افغانستان را توانمند ساختن نیروهای افغان می‌داند. جامعه بین‌المللی به شمول آلمان همیشه وعده کردند که هیچ وقت نخواهد گذاشتند که باز افغانستان به یک پناهگاه توریستا بدل شود. تقاضای ما از جامعه بین المللی و بلخواست کشور دوست ما آلمان ایست که از طریق توانمند ساختن خود افغانها پروسه تأمین امنیت افغانستان تأمین شود که در اون صورت افغانستان در تأمین و ثبات منطقه هم یک نقش اساسی را بازی خواهد کرد. من تأکید می کنم که پس از سال 2014 میلادی ما در کنار افغانان خواهیم بود. در بخش اردوی ملی و در آموزش سربازان اردوی ملی افغانستان
و کمک هایی که لازم است سهم داریم و در آینده هم سهم خواهیم داشت. اندازه کمک های من هنوز روشن نیست، اما توقع داریم به گونه ای باشد که آموزش ها نتیجه مثبت داشته باشند. از سوی هم وزیر دفاع ملی کشور رویداد کندهار را محکوم می کند. پیروزی در جنگ افغانستان مطرح نیست، بل به توافق رسیدن طرف های درگیر مطرح است. نماینده غیر نظامی ناتو با تاکید بر این مطلب بر اجرای حل سیاسی برای پایان بحران در افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که رسیدن به یک تفاهم سیاسی به معنای پیروزی و هم شکست یک از طرف‌های درگیر نیست. نماینده غیر نظامی ناتو می‌گوید که باید با دشمنان افغانستان فرصت داده نشود که از رویدادهای اخیر به سود خودشان کار گیرند. نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان از پایان یافتن جنگ افغانستان تحلیل دیگری دارد. وای در گفتگوی با تلو نیوز میگوید که پیروزی ماموریت ناتو در جنگ افغانستان مطرح نیست، بل هدف اصلی ناتو با وجود آمدن حکومت داری خوب، امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان است. راه حل سیاسی به معنای پیروزی یک طرف و شکست طرف دیگر نیست، زیرا اگر چنین باشد معامله صورت نمیگیرد. یک راه حل سیاسی به شورشان این فرصت را میدهد که دوباره به جامعه افغانستان برگردند. اگر آنان این اصل را نپذیرند با یک نیروی قوی افغان روبرو خواهند شد و تلفات سنگین را متحمل خواهند شد. در حالی که مجلس سنای افغانستان خواهان به دادگاه کشانیدن عاملان رویداد کندهار در پرتو قوانین افغانستان شده است، نماینده غیر نظامی ناتو گفتگو را در این باره نتیجه بخش نمی‌داند و می‌گوید که عاملان این رویداد به زودترین فرصت در پرتو قوانین آمریکا کیفردهی خواهند شد. بدون شک این یک روند بسیار جدی عدالت خواهی خواهد بود. کسی که این عمل را انجام داده است یقینا که مجازات خواهد شد. امیدوارم این کار به زودترین فرصت انجام شود. کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کندهار از سوی یک سرباز آمریکایی واکنش های تند حکومت و مردم افغانستان را در پی داشته است. پاکستان میگوید که گفتگوهای صلح با گروه‌های مخالف یگانه گزینه در حل بحران افغانستان است. نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر دفاع آلمان میگوید که اسلام آباد به پشتیبانی صلح در افغانستان متعهد است، زیرا با باور وی یک افغانستان با ثبات به سود پاکستان نیز است. در این حال وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نقش پاکستان را در پیکار با هراس افغانی بسیار مهم میداند. با وجود تمامی اتهامات از نقش آفرینی و نفوذ پاکستان در میان گروه های هراس افغان، اسلام آباد از همکاری های کشورش در گفتگوهای صلح با کابل اطمینان می دهد و از قربانی های شهروندان کشورش در کار مبارزه با هراس افغانی یادآوری می کند. پاکستان زیان سنگینی را از راه گذر جانی و اقتصادی در پیکار با هراس افغانی متقبل شده است. کشور ما در مقایسه با هر کشور دیگر در کار مبارزه با هراس افغانی تلفات جانی زیاد داده است، زیرا در حدود 35,000 تن به شمول 5,000 سرباز شجاع پاکستان در این راه کشته شدند. واشنگتن با توجه به شناخت نزدیک اسلام آباد از گروه های هراس افغان، نقش این کشور را در گفتگوهای صلح و پیکار با این گروه ها بسیار اثرگذار می داند. پاکستان برای پیکار با هراس افغانی، ثبات اقتصادی و اهداف همکاری منطقه‌ای برای کشورهای منطقه مهم است. ایالات متحده آمریکا با وجود مخالفت‌ها با پاکستان، اما روابط خود را با این کشور ادامه خواهد داد. آگاهان همواره صادق بودن موقف گیری های اسلام آباد در برابر کابل انتقاد کردند. به باور آنان رفتارهای دوگانه اسلام آباد و برخی شواهد سبب شدند تا گاه اتهامات این چنینی هم بعید به نظر نیاید. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتون می شود. باز هم خوش آمدید. هواداران و مخالفان رئیس جمهوری ایران امروز در مجلس نمایندگان کشور با هم درگیر شدند. بر بنیاد گزارش های این درگیری امروز همزمان با حضور احمدی نژاد در مجلس نمایندگان کشور رخ داد و بعد دخالت پلیس زده شورش انجامید. رئیس مجلس نمایندگان ایران در پاسخ به اعتراض های شماره از نمایندگان این مجلس میگوید که برخی از سخن ها نباید اینجا گفته میشدند، زیرا مجلس جای شوخی نیست.
محمود احمدی نژاد که روز چهارشنبه برای پاسخگویی درباره پرسش‌های گوناگون و ویژه مقاومت 11 روزه در برابر دستور آیت الله علی خامنه‌ای درباره ابقای حیدر مصلحی در رهبری وزارت اطلاعات، برکناری تحقیرآمیز منوچهر متکی از رهبری وزارت خارجه، تعلل در معرفی وزیر ورزش و ناتوانی حکومت در رشد اقتصادی ایران از سوی مجلس نمایندگان این کشور فرا خوانده شده بود، اما پاسخ‌های وی با اعتراض سخت شماره از نمایندگان روبرو شد و صفحه اینترنتی بی بی سی به نقل از خبرگزاری ایلنا نگاشته است که هواداران و مخالفان احمدی نژاد در مجلس ایران با هم درگیر شدند، زیرا احمدی نژاد از پرسش‌های مطرح شده انتقاد کرد و صلاحیت علمی علی مطهری طراح اصلی پرسش‌ها را زیر سوال برد. رئیس جمهور ایران میگوید که طراح پرسش‌ها همان کسی است که مدرک دانشگاهیش را با فشار دادن یک دکمه به دست آورده است. در 18 ماه دلو امسال مجلس نمایندگان ایران محمود احمدی نژاد را فراخواند تا درباره مسائل گوناگون به این مجلس پاسخ دهد. بر بنیاد ماده 88 قانون اساسی ایران، زمانی که رئیس جمهور از سوی مجلس نمایندگان این کشور فراخوانده می شود، باید در درازای یک ماه در این مجلس حضور یابد. و اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. وکیل مدافع نخست وزیر پاکستان میگوید که تا 5 روز دیگر پاسخ حکومت این کشور درباره باز کردن پرونده فساد مالی آصف علی زرداری به دادگاه عالی پاکستان سپرده خواهد شد. بعد دنبال دستور هفته پیش دادگاه عالی پاکستان که خواستار فرستادن نامه ای از سوی حکومت اسلام آباد به مقام های سوئیس درباره باز کردن پرونده فساد مالی برای آصف علی زرداری شده است، اعتزاز احسن میگوید که هفته آینده جزئیات پاسخ حکومت پاکستان به این دستور دادگاه فرستاده خواهد شد. سازمان عفو بین الملل از شکنجه شدن منظم زندانیان در سوریه سخن میگوید. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید که حکومت سوریه معترضان را که در جریان اعتراضات ضد حکومت در این کشور بازداشت کرده است سخت شکنجه میکند. عفو بین الملل میافزاید که این خشونت ها به اندازه است که میتوان آن را جنایت در برابر بشریت برشمرد. میت رامنی در ادامه مرحله ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ایالت هاوایی پیروز شد. رامنی با گرفتن 45.1% آرا در این ایالت توانست ریک سانتورم رقیب اصلیش را از پیش رو بردارد. با این حال سانتورم توانست است که در ایالت های آلابابا و میسیسیپی رامنی و نیوت گینگریچ را شکست دهد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. همراهیمون کنید. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. تا زمانی که حکومت داری خوب و اصلاحات در کشور به میان نیایند، تامین امنیت پایدار، توسعه و جذب سرمایه گذاری ها در کشور دشوار خواهد بود. وزیر مالیه میگوید که ایجاد حکومت داری خوب در افغانستان یکی از خواستهای اساسی مردم افغانستان و جامعه جهانی در تمامی نشست ها بوده است. از سوی هم وزیر ارشد حکومت داری خوب را ضمانت برای تامین صلح و توسعه پایدار در کشور میداند. چگونگی رسیدن به حکومتداری خوب، بررسی پیشرفت های چند سال گذشته و دور ساختن چالش هایی که در برابر عملی شدن تعهدات حکومت قرار دارند، از موضوعات است که وزارت های سکتوری روی آنها در اینجا بحث می کنند. وزیر ارشد ریاست جمهوری می گوید که در این نشست 3 سند اساسی برای پیشبرد بهتر کارهای حکومت در بخش های مختلف بررسی می شوند. با وسیله اینمی دو چیز، حکومتداری خوب و انکشاف اقتصادی و مرفع ساختن اجتماع، بتانیم که صلح دوامدارم ضمانت کنیم. اسوی هم وزیر مالیه میگوید هرچند دولت دستاوردهای بزرگ در رسیدن به حکومتداری خوب داشته است، اما هنوز هم وجود فساد اداری از چالش های اساسی در برابر حکومت است. تا به وقتی که در افغانستان ما حکومتداری خوب نداشته باشیم، تا به وقتی که ریفورم به وجود نبیاید، ما نمیتونیم که یک امنیت پایدار داشته باشیم. ما نمیتونیم که راه‌های انکشاف پایدار جستجو بکنیم. به گفته وزیر مالیه، از این که بخشی از بودجه عادی کشور از کمک‌های خارجی تمویل می‌شوند، بدون این کمک‌ها حتی حفظ برخی از نهادهای دولتی نیز کار دشواری است. بازسازی 12 کیلومتر جاده اصلی و فرعی در شمار از ناحیه‌های شهر کابل آغاز شد. شهرداری کابل می‌گوید که این پروژه 7.5 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد
که با کمک مالی ژاپن از سوی یک شرکت خصوصی عملی خواهد شد. با گفته شهرداری کابل قرار است بازسازی کامل این جاده ها تا 14 ماه دیگر تکمیل شود. به نظر می رسد که در این روزها تلاش های شهرداری برای جذب کمک های خارجی برای بازسازی جاده های کابل بیشتر شده است. چنان که به تازگی کشور ژاپن تمویل پروژه بازسازی جاده های اصلی و فرعی نایه های دوم، چهارم، نهم، دهم و شانزدهم شهر کابل را پذیرفته است. پروگرامی را که امروز ما به خاطر افتتاح آمدیم، ای بازسازی و احیای مجدد سرک های اصلی و فرعی در ناحیه چهارم شهر کابل هست. از سوی هم رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس نمایندگان با استقبال از بازسازی این جاده ها می گوید که این کار در کاهش آلودگی محیط زیست در شهر کابل به گونه چشمگیری اثرگذار خواهد بود. یعنی شما در یک ماه همه ما در یک زندان 6 میلیونی زندگی می کنیم، اگر محیط زیستی از این را بهتر نسازیم، سرسبزی را در اینجا به وجود نیاریم، یک زندان بیشتر نخواهد بود. کار این پروژه در حال در پایتخت آغاز می شود که همواره شهروندان شهرداری کابل را به نداشتن یک برنامه منظم متهم می کنند. آنان چند دست شدن پروژه ها و استفاده مواد با کیفیت پایین در جاده ها را از عوامل اصلی تخریب زودهنگام جاده ها در پایتخت می دانند. یما احمدی، تولو نیوز، کابل. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 40 پول، یک یورو 64 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 13 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1025 افغانی، 1000 تومان ایرانی 26 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 544 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می کند. با عرض سلام توجه کنید به چند رویداد ورزشی. کوریای جنوبی تکواندوی افغانستان را کمک می کند. سفیر کوریای جنوبی در افغانستان می گوید که در تلاش ساختن خانه تکواندو در افغانستان است. در این حال نماینده کوریای جنوبی در افغانستان یک مقدار وسایل ورزشی به ارزش $10,000 به فدراسیون تکواندو کمک کرد. صدف رحیمی مشت‌زن برتر افغانستان برای حضور در ششمین رقابت‌های قهرمانی مشت‌زنی دختران آسیا رهسپار منگولیا شد. این رقابت‌ها با حضور بیشتر از 40 کشور آسیایی روز شنبه هفته آینده در منگولیا برگزار می‌شوند. صدف رحیمی برای حضور قدرتمندانه در این رقابت‌ها یک دور تمرینات را در لندن سپری کرده است. این مبارز نخستین دختر مشت‌زن افغانستان است که در بازی‌های المپیک سال 2012 لندن حضور خواهد یافت. بسیار مفید است به خاطر که ما آمادگی گرفته بودیم، در تمرینات که رفته بودیم بسیار آماده شدیم و شاید بتونم در مسابقات که شرکت میکنم یک مدال هم به دست بیارم. دومین دور رقابت‌های قهرمانی مویتای امروز در کابل آغاز شدند. هدف از برگزاری رقابت‌ها افزایش توانایی‌ها و آماده سازی ورزشکاران برای حضور قدرتمندانه در رقابت‌های برون‌مرزی گفته شده است. این رقابت‌ها با حضور 60 مبارز از 30 باشگاه برگزار شدند. دومین دور رقابت‌های مشت‌زنی جام اختری امروز در کابل آغاز شد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب 33 مبارز برتر گفته شده است. این رقابت‌ها با حضور 200 مبارز از 19 باشگاه در باشگاه مرکزی مجتمع اختری در غرب کابل برگزار شدند و 5 روز ادامه خواهند داشت. و اینکه مسئولیت سرپرستی کاروان ورزش ایالات متحده آمریکا در بازی‌های المپیک 2012 لندن به میشل اوباما داده شد. میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا است که به حیث سرپرست کاروان کشور برای حضور در 30مین دور بازی‌های تابستانی المپیک لندن انتخاب شده است. 30مین دور بازی‌های تابستانی المپیک در ماه اسد سال آینده در لندن برگزار می‌شود. اکنون توجه کنید به چگونگی هوای فردا. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3.
جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 19 پایین‌ترین 5. و سرانجام در شهر ایراد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 12 پایین‌ترین 0. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.